سلام به شما عزیزان در هر نقطه از ایران که به سر میبرید و در این ساعت به تماشای برنامه تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته. جمشید چالنگی هستم و ساعت پیش رو همراه شما عزیزان خواهم مهمترین خبرهای روز در ارتباط با ایران و مردم ایران را بررسی خواهیم کرد در گفتگو با میهمانان این برنامه تفسیر خبر. در استودیو آقای علاءالدین فتح رازی، تحلیلگر سیاسی فعال در زمینه مسائل و امور فرهنگی، و در لندن و در برلین در برلین آلمان آقای پرویز دستمالچی، پژوهشگر تاریخی و تحلیلگر سیاسی. نگاهی خواهیم انداخت بر آنچه که در ارتباط با تحریم ها یا لغو تحریم ها علیه ایران در اتحادیه اروپا می گذرد. وضعیت حقوق بشر در ایران، آخرین خبرها در این زمینه و آنچه که در ارتباط با ایران و مردم ایران به ویژه در عرصه منطقه‌ای جریان دارد و نگاهی به اوضاع بین المللی آنگونه که مربوط به ایران می شود. با شما هستیم، با شما عزیزان، تا لحظاتی دیگر. سلام به شما آقای علاءالدین فتح رازی در لندن. سلام آقای چالنگی، خیلی خوشحالم باز میبینم اتون. سلام میکنم همینطور به مهمان گرامی تا آقای دستمالچی و به دوستان که ما رو میبینن و بیننده های شما هستن. آقای فتح رازی، امروز دوشنبه خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز خبر داده که برای لغو تحریم ها علیه برنامه اتمی ایران اقداماتی در جریان است. اساساً اساس این سیاست و اساس سیاستی که ایران رو به اینجا کشوند در چی میبینید؟ لجاجت اتمی ایران میبینید اونگونه که توصیف شده، اونگونه که جمهوری اسلامی میگه بدخواهی و شیطنت یا هر چه دیگه غرب به ویژه آمریکا میبینید چه بوده که کار به اینجا رسیده؟ مردم ایران حتی معطل، در بسیاری موارد معطل نخود لوبیا هم هستند. عرض کنم که آقای چالنگی، برنامه‌ای که جمهوری اسلامی و در رأس اون آقای خامنه‌ای در عرض 8 سال گذشته به اصطلاح پیش کشیدن اساساً با شکست مواجه شد و این برنامه‌ها، در رأس این برنامه‌ها مسئله اتمی بود و به دست آوردن انرژی هستی و اساساً در راستای ساخت بمب اتمی. این چیزی است که دیگه از نظر هیچ کسی پنهان نیست. ولی خب در کنار این مسائل دیگری وجود داره، چون که حاکمیت سپاه پاسداران بر مسائل سیاسی و اقتصادی اساساً فضایی رو به وجود آورد که اینا بتونن هرچی بیشتر به صورت مخفی و به صورتی غیر شفاف عمل بکنن و کار رو به اینجا برسونن. البته من فکر میکنم که مسئله به همینجا ختم نمیشه. ایران در منطقه از موضع قدرت حرف میزنه، مخصوصا در عراق و افغانستان، و اینها به نوعی میخوان ایران رو در اون مسائل هم دخالت بدن. مخصوصا میدونید مسئله سوریه، پذیرفتن که ایران در ژنو 2 شرکت بکنه و
در اونجا جزو کسانی باشه که بتونه حرفی داشته باشه، و این به نظر من درسته، چون که به هر حال ایران درگیر هست و این مسئله فقط به صورت رسمی این مسئله یا این موضوع چیزی شد بفرمایید. نه اصولا که خب دیروز ایران پذیرفت، بن کی‌مون قبول کرد، و بعد این مخالفین حافظ اسد به صورت اون به صورت بلاکی که تشکیل دادن اول مخالفت کردن، ولی امروز صبح اونها هم پذیرفتن که باز شرکت میکنن. بله، حالا ببینیم به کجا میره، امیدواریم مسئله سوریه هم حل بشه. بفرمایید. این منظور که مسئله فقط در سطح اتمی نیست. بله. بله بفرمایید. صحبت شما تموم شد. بله من فقط همین دیگه، یعنی مسائل اینه که ایران رو چقدر درگیره، ایران که درگیر هست بتونن در جهت حل مسائل منطقه و که در رأس اون همون مسئله اتمی ایران هست بتونن ازش استفاده بکنن، در عراق، در افغانستان و اساساً در کل منطقه. بله همونطور که آقای فتح رازی اشاره کردن، خبرها رو گفتن، ایشون هم اشاره کردن به خبرها و مخالفان حکومت بشار اسد موضعشون، و بعد روندی که تا الان پیدا کرده این مذاکرات 22 قرار شروع بشه، منتظریم تا آخرین لحظات، هر آن و هر ساعت تغییراتی احتمالاً در ترکیب تشکیل دهندگان مذاکرات ژنو در ژنو دو درباره سوریه خب امکان پذیر هست. نهایتاً منتظر خواهیم بود که کدام صندلی ها در مذاکرات ژنو خالی خواهد ماند یا نخواهد ماند. به برلین میریم، سلام میگیم و خوش آمد به آقای پرویز دستمالچی عزیز که نیاز به معرفی بیشتری ندارد. آقای شالنگی با درود به شما، میهمان عزیزتون و بینندگان محترم تلویزیون. بچه آقای علادین فترازی اشاره کردن که ایران مدعی هست که قدرتی است در منطقه. این قدرت آیا واقعی است؟ آیا اگر واقعی است ابعادش تا کجاست؟ اگر واقعی نیست چرا نیست؟ ببینید ایران همواره در طول تاریخش، یعنی پیش از جمهوری اسلامی در قرن‌های بسیار دور و پس از جمهوری اسلامی به دلایل گوناگون یک قدرت منطقه‌ای بوده، الان هست و فکر می‌کنم در آینده خواهد بود، اگر که سیاست‌های حکومتگران در جمهوری اسلامی با تمامیت ارضی کشور بازی نکنند. جمهوری اسلامی ایران در واقع یک قدرت هست، درسته به دلایل گوناگون، به دلیل بزرگی کشور، به دلیل جمعیت کشور، به دلیل منابع عظیمی رو که داره، به دلیل حاکمیتش بر خلیج فارس و گذرگاهی به عنوان راه اتصال اروپا به آسیای جنوب شرقی و غیره همواره اینو داشته، در پیش از انقلاب هم این موقعیت رو داشت، و فکر میکنم در آینده هم اگر سیاست های جمهوری اسلامی موجب خسارت های سنگین به وحدت ملی ما نشه، این نقش رو بازی خواهد کرد. ایران برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه دارای یک سابقه 2500 سال است، در حالتی که بسیاری از کشورهای منطقه سابقه 100 سال هم ندارد. و این قدرت ملی تا چه اندازه، این قدرت هرچی که هست نه ملی، این تا چه اندازه مرتبط هست، یعنی تا چه اندازه ناشی از نگاهی هست به منافع ملی ایران؟ ببینید اگر که این به نظر من اگر جمهوری اسلامی به این وضعی که هست ادامه بده، می تواند این قدرت و این حاکمیت و این نفوذ در منطقه از بین برود. ما می بایستی در وهله اول مسئله وحدت ملی خودمون رو حفظ بکنیم، و وحدت ملی هم هرگز این ترتیب به دست نخواهد آمد که ما ملتی رو
به مقولات مختلف تقسیم بکنیم، درجه بندی بکنیم، طبقه بندی بکنیم، به یه عده از اونها حقوق تام بدیم و عده دیگر رو از حقوق اساسی و حقوق مدنیشون محروم بکنیم. این چنین شرایطی هر کشوری رو به طرف ویرانی و وحدت ملی رو به طرف داغونی خواهد برد. ما میبایستی در اساس بتوانیم به یک وحدت ملی بر اساس تساوی حقوقی همه انسان‌ها در برابر قانون برسیم و میان زنان و مردانمون، میان شیعیان و اهل سنتمون، میان پیروان سایر ادیان و مذاهب که ایرانی هستند و در ایران قرن‌ها زندگی کردند و دیگران، تفاوت حقوقی قائل نشویم و بگذاریم که به عنوان مثال شیعیان و یا زنان و یا پیروان سایر ادیان و مذاهب به همون میزان حق انتخاب شدن در مقام ریاست جمهوری رو داشته باشن به عنوان مثال، چون نهادهای دیگرش هم هست که مردان شیعه پیرو نظام دارن. ما اگر که این سیستم تبعیض آمیز رو ادامه بدیم، ناحق رو ادامه بدیم، به تنش‌های بسیار بزرگ اجتماعی و سیاسی خواهد انجامید که می‌تواند از قدرت و اقتدار آینده ایران به شدت بکاهد. آقای فتح‌رازی، با این نظر موافق هستین؟ یعنی آنچه که آقای دستمالچی گفت، سیاست و راهی که جمهوری اسلامی اکنون داره میره و مدت هاست رفته خلاف منافع ملی هست، از حرف ایشون میشه استنباط کرد؟ این حرف تو چند روز مورد تایید شد؟ عرض کنم من همیشه گفتم من چیزی به نام منافع ملی نمیشناسم، منافع مردم ایران اونجا مهم هست و بله این سیاست ها سیاست های ضد مردمی بوده همیشه. مردم اونجا یعنی زن، مرد، ترک، عرب، شیعه، سنی و اینا، همشون مجموعی رو تشکیل میدن که ما بهش میگیم مردم ایران و اونا اقوام یا ملت های مختلفی وجود دارن در ایران که اینا ملت ایران رو به حالت چند ملیتی در میارن. اینا واقعیت هایی هستن که هستن، ولی من فکر نمی کنم که من فکر کنم این یک جور سیاست جمهوری اسلامی است که نشون بده که ایران در حال تجزیه شدن هست. فشارهایی که میذاره البته و کارهایی که میکنه سعی میکنه اینو نشون بده، سعی میکنه اینجور وانمود بکنه که ایران در حال تجزیه شدن است، مخصوصا اگر جمهوری اسلامی نباشد که اصلا جنگ داخلی اتفاق خواهد افتاد. اینها به نظر من نمایشی از طرف جمهوری اسلامی است، ولی بقیه مسائل خب مسلمه جمهوری اسلامی به اون صورتی که امروز با مردم ایران رفتار میکنه اصلا نمیتونه به حیات خودش ادامه بده و آمدن روحانی تلطیف فضای سیاسی ایران یا فضای اجتماعی کلن نشون میده که مردم چی میخوان. حالا من نمیگم این کار روحانی خواهد کرد یا نه، ولی واقعیت اینه که امروز مثلا 4 زندانی سنی بعد از چند ماه، اقلا بعد از 2 ماه و نیم اعتصاب قضاشون رو شکوندن و این نشون میده که جمهوری اسلامی هر چقدر در این در پاسخگویی به مشکلات و خواستهای مردم پیش بره، خب امکان وجود یک ایران آرام رو بیشتر پیش میاره. البته من باز میگم اصلاحات در ایران در چارچوب قانون اساسی خواهد بود و همین حالا تناقضات قانون اساسی مشخص شده. این برنامه شهروندی که آقای روحانی مطرح کرده میدونید در بعضی جاها اصلا به دیواره قانون اساسی برمیخوره، چون که در ایران قرار نیست که سنی ها نخست وزیر بشن یا رئیس جمهور بشن یا مقامات آنچنانی رو بهش برسن. من این توضیح رو بدم که راجب مسائل، مطالبات و موضوعاتی که مربوط به اقوام ایرانی میشه و نه ملت یا ملیت‌های ایرانی، برنامه ویژه‌ای ما داریم، سرزمین ما، که روزهای شنبه پخش میشه، برنامه ویژه گروه تفسیر خبر، و روزهای چهارشنبه هم تکرار خواهد شد یا با
آش خواهد داشت. اقوام ایرانی تشکیل دهنده آنچه که ملت ایران خوانده میشه. البته این نکته رو هم بگم، مهمانان برنامه به دلیل رعایت و آزادی بیان، رعایت آزادی بیان و احترامی که ما قائل هستیم، قطعا هر اصطلاحی میتونن به کار ببرن یا به کار میبرن، ما قطع نخواهیم کرد. اما آنچه که حرف و سیاست و ادبیات برنامه ما هست، همان هست که خود ما استفاده میکنیم، بنده و بقیه همکاران. آقای پرویز دستمالچی در مورد قانون اساسی اشاره کردن. آقای دستمالچی از متخصصین قانون اساسی هستن، به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی رو که به قول ما فوت آب هستن. تا چند اندازه اشاره‌ای که کردن آقای فتح‌رازی، تا چند اندازه واقعا این مغایر همون قانون اساسی هست، این حقوق شهروندی که ایشون حجت الاسلام حسن روحانی اعلام کرد؟ ببینید، آن حقوقی که در منشور حقوق شهروندی آمده، تا اونجایی که من بررسی کردم و مطالعه کردم، نه تنها مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست، بلکه ادامه همون و کپی برداری از همون است در رابطه با آنچه که در قانون اساسی مطرح است. این استش که به عنوان مثال حقوق اهل سنت ایران بنابر قانون اساسی، اگر که به اصل 13 قانون اساسی شما رجوع بکنید، در اونجا اقلیت‌های سنی بعد میشموره شافعی و حنبلی و غیره، اینها از احترام کامل برخوردار هستند در برابر قانون و نه از حقوق مساوی با بقیه. و احتیاجی به این نیست که بگوییم که پیروان اهل سنت در ایران، مهم نیست از پیروان کدوم قوم و یا ملیت و یا هر چیزی که نامشون رو میخواییم بذاریم در ایران هستند، اینها شهروندان ایران هستند و میبایستی مانند سایر شهروندان دارای حقوق یکسان در برابر قانون باشند. ما فکر میکنم در 34 سال گذشته کمابیش بر همگان روشن است که اهل سنت ایران از حق انتخاب شدن و نه انتخاب کردن، انتخاب شدن در اساسی ترین ارگانهای پیشبینی شده در قانون اساسی ایران محروم هستند. شما ببینید به عنوان مثال شورای خبرگان رهبری که بالاترین و عالیترین ارگان پیشبینی شده در قانون اساسی هست، عالیترین و بالاترین به این دلیل چون رهبر مذهبی نظام رو این نهاد تعیین میکنه، در اونجا 86 تن مجتهد نشستن، یعنی مجتهد شما که فکر میکنم کمابیش همه میدانند اهل سنت اصولا مذهب شیعه را قبول نداره که حالا شیعه 12 امامی را قبول داشته باشه و یا مراجع تقلید رو قبول داشته باشه. تو شورای خبرگان رهبری 86 تن مجتهد فقط میشینند و به یک نفر از روحانیان اهل سنت ایران هم به اونجا کرسی داده نشده، قانونا و رسما مقام رهبر مذهبی هم اینطوریه. در شورای نگهبان هم ما با همین مشکل رو برستیم. رئیس قوه قضایی و دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور هم همگی مجتهدان منتخب رهبر هستند و غیره. یعنی یک بخشی از ملت رو که در حدود 10 تا 15 میلیون نفر در ایران میشوند، اینها به دلیل فقط مذهب و دینشون قبل از اینکه به دنیا بیاین از حقوق اساسیشون محروم کردن. این واقعیت جمهوری اسلامی هست، قانون اساسی هست و منشور حقوق شهروندی به این تبعیض اساسی که در قانون اساسی هست اصلا دست نمیزن. خب ببینید، وقتی که در منشوری همچین چیزی و یک همچین محدودیتی برای اهل سنت در نظر گرفته نشده، خب این مغایر قانون اساسی است.
باید اونجا میگفتن. به این دلیل ساده که مقدمه منشور که مهمترین بخششه ارجاع میدهد به دین اسلام، مذهب شیعه، رهبری و قانون اساسی جمهوری اسلامی. این مقدمه منشوره، یعنی آنچه که در منشور میآید یک چیز مستقل نیست، بلکه التزامش به آنطور که مقدمش میگه به قانون اساسی و مذهب شیعه است. خب این صحبت‌های متناقض همیشه است جناب دستمالچی. خود منشور چیزی توی منشور وجود نداره که بگه شیعه با سنی فرق میکنه. خب معلومه که وقتی شروع میکنه برای جمهوری اسلامی مینویسه. من فقط خواستم بگم اینها متناقضن، نه اینکه آقای روحانی خواهد تونست کاری بکنه یا این منشور اصلا چیزی هست که شما بتونید مقایسه کنید با مسئله قانون بین المللی حقوق بشر، ولی واقعیت اینه که این تناقض ها کم کم داره رو میاد. یه مسئله دیگه هم من خواستم بگم در مورد همین شیعه. یکی از قدرت های یکی از منابع قدرت جمهوری اسلامی یا ایران اصولا حتی در گذشته مذهب شیعه بوده. رشدی که یا نفوذی که ایران در لبنان و عراق همیشه داشته مبین این هست و همین امروز ما میبینیم که باز هم این منشأ قدرت بزرگ جمهوری اسلامی است. یعنی این رو نباید از نظر دور داشت که مذهب شیعه خودش یکی از منابع نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه است. هست، من با اون عنوان یک واقعیت مخالفتی ندارم، یعنی چیز پنهانی نیست. 35 سال است که چنین گفتن و اصولاً حکومت جمهوری اسلامی و ولایت فقیه روی دین اسلام، مذهب شیعه 12 امامی پیرو به ولایت فقیه بنا شده. این در خود مقدمه قانون اساسی است، در اصل دوم هست، در سایر اصولش هم هست که الان اینجا مورد بررسی و گفتگو نیست. ولی آنچه که مربوط به تبعیض ها می شود، یعنی علاوه بر مذهب که یک مسئله می تواند خصوصی باشد، این به درون حکومت آمده است و ما یک حکومت مذهبی داریم و این حکومت مذهبی بر اساس احکام و موازین شرع عمل می کنه و احکام و موازین شرع بنابر قانون اساسی و اصل پنجمش و اصل چهارمش مفسراش من و شما و یا هر کسی دیگری نیست، بلکه اکثریت فقهای شورای نگهبان هستند که کسانی هستند، یعنی شورای نگهبان دارای 6 فقیه منتخب رهبره که اکثریت اونها میشن 4 فقیه و یا مشاهد منتخب رهبر که درباره این که اسلام چه هست، شیعه چه هست، احکام موازین چه هستند و قانونگذاری مجلس با این احکام در تطابق هست یا نیست تصمیم میگیره. و این صرفا یک بحث و گفتگو و برداشت نیست، بلکه عملکرد 34 ساله جمهوری اسلامی چنین بوده است و الان هم هست و چنین تبعیض‌هایی رو که قانونن و رسمن و علنن در جمهوری اسلامی در نظام ولایت فقیه وجود داره، من حتی در نظام آپارتاید افریقای جنوبی هم سراغ ندارم. اونجا انسان رو به دو مقوله تقسیم میکردن، سیاه و سفید. در جمهوری اسلامی حداقل قانونن رسمن علنن شما به 10 مقوله حقوقی تقسیم میشی و بنابر اون به شما امتیاز میدن و یا از شما سلب حقوق میکنه. آقای فترازی صحبت قدرت کردید. بله، مذهب شیعه به هر حال گفته میشه، خیلی از مورخین نظر دارن، خیلی جامعه شناس های تاریخی نظر دارن که باعث نوعی وحدت شد در زمان صفویه و بعد در برابر عثمانی و بعد اون چی که شما هم اشاره کردید در لبنان و این سوان باعث قدرت شد. اما نکته اینه که وقتی ما میگیم که قدرت، این قدرت دو جنبه داره، دست کم منفی و مثبت. یک موقعی قدرت هست، قدرت اقتصادی هست، مثل ژاپن، کره جنوبی و بقیه جهان، خب این قدرتیست، قدرت به مذهب و دین هم ربطی نداره. چین هست، قدرت اقتصادی هست، همین آمریکا هست، بقیه جهان. این قدرت تا چند اندازه مثبت هست، اگر قدرت هست،
اینی که نفوذ داره در لبنان به خاطر تعداد شیعیانی که هست، یا در عراق نفوذ داره به دلیل اکثریت شیعه و دست نشاندگی و نخست‌وزیر یا دولت شیعه در اونجا به رهبری آقای دولت شیعه نیست، البته نخست وزیر. این قدرت تا چند اندازه مثبت هست. اینی که من بفهمم ببینید، مثبت بودن رو شما باید یه معیاری قرار بدید که ما ببینیم چقدر مثبت. واقعیت اینه که مثبت بودن به معنی اینکه تا چه اندازه به قول شما به نفع مردم هست. درست. بله مسلما مردم ایران هست. یعنی وقتی میره بیرون از مرزهای جغرافیایی که این قدرت زیر سلطه خودش داره بیرون میره، یه چیزی برمیگردونه که به سود این مردمی که داره برایشون حکومت میکنه. به این معنی. نه، حتی اگه مردم عراق رو در نظر بگیرید، مردم لبنان رو در نظر بگیرید، این قدرت قدرت مثبتی نیست، چون که مشکلاتی کمی حالا در عراق در ما منطقه رمادی اینا پیش آورده. ببین نفوذ القاعده اونجا به خاطر به اصطلاح عدم توازن یا تبعیضاتی است که دولت المالکی به سنی ها میذاره. رهبر سنی های توی مجلس هنوز مثل اینکه فراریست توی منطقه کردستان زندگی میکنه و این رشد القاعده در مناطق سنی نشین اساسا به خاطر همین تبعیض هاییست که آقای نوری المالکی اعمال میکنه. و منظور من اینه که اونجا مثبت نیست، ولی عرض کردم یه واقعیتیست اونجا هست. و ببینید، باید این مسئله رو به این صورت دید. اگر ما بخوایم مسئله به صورت ایران ببینیم، منافع ایران، این فرق میکنه. بعد یکم اینه که ما تحلیلمون از منطقه چیه. سالهاست اصولا بعد از آمدن جمهوری اسلامی در ایران که این مسئله نامیمون به اصطلاح شروع شد، کشورها تبدیل شدن به جمهوری های اسلامی، پاکستان، بنگلادش، سومالی، سودان، اینا یا تبدیل شدن به کشورها و گفتمان اسلام در منطقه بعد از شکست گفتمان چپ. پاکستان قبلا همین عنوانو داشت. تاریخ کجا داشت؟ بفهمید. نه، منظورم اینه که این مسئله یک توسعه و توسعه شگرفی پیدا کرد در منطقه و اون که اساسا یک عده‌ای هم باید بپذیریم که بر این آتش دعواهای مذهبی و دینی میکوبن. حتی لابی هایی هستن که میخوان مسائل به صورت دعواهای مذهبی پیش بره و اون کسانی که سلاح میفروشن، اونایی که منافعی در این مورد دارن. اصل مطلب اینه که ما امروز میبینیم که سکولاریزم اساساً داره تبدیل میشه به گفتمان خود مذهبی ها، چون میدونن که اگر اینها این سکولاریسم رو قبول بکنن، تمام مذاهب تحت این سکولاریسم یک جور امنیت پیدا خواهند کرد. اگر هر مذهب، هر دینی روی کار بیاد، مسلماً با مخالف خودش شروع به جنگ و نزاع خواهد کرد. و اینو ما یک شکلی رو در مصر دیدیم، به یه شکل دیگه ای در تونس داره این مسائل پیش میاد و در منطقه این هوشیاری و این بیداری داره به وجود میاد که حتی در میان مذهبی ها که اگر شما میخواید از در مذهبی در امن و امنیت به سر ببرید، تنراش این هستش که سکولاریسم رو بپذیرید، دولت غیر مذهبی رو بپذیرید. این واقعیتیست، این نقطه مثبتیست. ولی متاسفانه عرض کردم تمام آنچه که در سابق به عنوان زندگی مرفه، وضع رفاهی کارگران و مردم پایین دست، اینا حالا همه تحت شعاع جنگ‌های مذهبی قرار گرفت و این گفتمان در مرکز در دستور روز منطقه هست. متاسفانه من برای برخی از بینندگان که احتمالا این اصطلاح رو نمیدونن یا این تعریف رو، سکولاریسم هم جدایی دین از دولت هست، یعنی در واقع از حکومت هست، معنی عام و عمومیش، و از کسان یا تنها کسی که در جریان انقلاب اسلامی با صدای بلند در مقام نخست وزیری نظام پادشاهی مشروطه ایران هشدار داده بود با صدای بلند، دکتر شاپور بختیار بود که خواستار جدایی دین از دولت و حکومت شده بود و گفت اگر دیکتاتوری هست
ما دیکتاتوری که در قالب دین و با عصای دین داره میاد به مراتب به مراتب به مراتب وخیمتر و وحشتناکتر هست. گفت که ایران، آقای خمینی میتونه به عنوان یک شهروند ایرانی به ایران بیاد، اما بره در قم در همونجا بنشینه. حق دخالت در امور دولتی حکومتی سیاسی رو به اون معنی که به سرنوشت مردم مربوط هست نداره، مگر اینکه لباس روحانیت رو از تنش در بیاره و از این مسئولیت دیگه برخوردار نباشه و بیاد در عرصه سیاسی حزبی تشکیلاتی عرض کنم برپا کنه. صحبت اون زمان شد، در همون زمان کسانی مانند ابراهیم یزدی، صادق قطب‌زاده و کسانی دیگر به ناگاه در عرصه سیاسی ایران پیدا شدن، نازل شدن و این روزها هم یکی از حرفای ابراهیم یزدی که نخستین کسانی بود در کنار صادق خلخالی در دادگاه‌های ابتدایی انقلابی شرکت کرده بود و به عنوان بازپرس و قاضی و همه چی حرفی زده، نقد کرده که انقلاب ایران رو اینطور توصیف کرده به نقل از یک روزنامه‌نگار فرنگی در اون زمان که پیروزی جهل بر ظلم بود. آقای دستمالچی، این حرف ابراهیم یزدی رو قطعا شما شنیدید دیگه؟ بله. آیا برقراری یا یک نظام سکولار اونطور که جدای دین از حکومت، اونطور که آقای فترازی اشاره کردن، تأمین کننده منافع مردم هست، تأمین کننده ایران رو به جایی خواهد بود که در منطقه اعتبار و اهمیت خودشو داشته باشه و در عرصه جهانی و از نظر اقتصادی و آزادی هر چی که هست راه رو برای پیشرفت ایران فراهم میکنه، یا خیر یک خواست روشنفکرانه غیر عملی است و غیر مفید؟ من فکر میکنم یک واقع‌بینی سیاسی است در رابطه با سازماندهی ساختار حکومت و دولت. منظور من از حکومت مجموعه ساختارهای لازم و ضروری برای اداره امور عمومی جامعه است که قانون اساسی هم در اون میگنجه، فقط با یک تکمیلی به اینکه جدایی دین و هر نوع ایدئولوژی از ساختار حکومت، برای اینکه ما با نظام‌های سکولاری روبرو بوده ایم که دین در اشتغالت نداشته و یا حتی حکومت‌هایی که عمیقاً ضد دینی بودند، ولی اونها هم به نظام‌های استبدادی، دیکتاتوری و تامگرایی انجامیدن، در نتیجه برای سازماندهی مدرن جامعه، یعنی برای اینکه ما یه نظام دموکراتیک متکی به و ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر داشته باشیم، میبایستی دین و هر نوع ایدئولوژی رو از ساختار حکومت جدا بکنیم، نگاه بکنیم به تجربه های نسبتاً موفق اروپای غربی و یا امریکای شمالی و یا استرالیا و غیره و نگاه بکنیم به تجربیات منفی و شکست خورده اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی به عنوان حکومت‌هایی که دین درشون دخالت نداشت ولی یک ایدئولوژی دیگه راهنمای عمل بود و در نتیجه چون یک سونگری در اونجا انجام می‌گرفت، به هر حال اونها هم ناموفق بودن. و یا نگاه بکنیم به حکومت‌های دینی رو که در گذشته وجود داشته و در شرایط کنونی وجود داره، از پاکستان بگیرید تا سودان تا جمهوری اسلامی و تا حکومت‌های دیگه، به هر حال در 100 سال اخیر بشر اشکال گوناگون حکومت رو تجربه کرده و مجموعه اینها شکست خوردن، کما بیش تنها شکل نسبتاً موفقی که مونده همین دموکراسی های پارلمانی ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند، حالا چه به مدل پارلمانی آلمانیش، چه به مدل ریاست جمهوری امریکاییش و یا چه به مدل ترکیبی از ریاست جمهوری و پارلمانی مدل فرانسه. اینها نمونه های موفقی هستند که در اون
مردم یعنی شهر مجموعه شهروندان اون کشورها همگی با هم در برابر قانون دارای حقوق یکسان هستند و قوای حکومت ناشی از اراده ملت است و در جمهوری اسلامی می‌دانیم که قوای حکومت ناشی از اراده الهی است که به صورت جانشینی ولی فقیه در زمان غیبت امام دوازدهم انجام می‌گیرد و اجرای احکام و موازین شرع و این وضعی رو که الان ما داریم منتج از این یکسونگری دینی در جامعه. خب من چون اسم بردم از آقای ابراهیمی یزید مسیر صحبت به اینجا کلید شد، برای اینکه حرف بی اساسی زده نشده باشه که هیچ وقت سعی میکنیم در تفسیر خبر بدون اساس صحبتی یا سخنی به میون نیاد بدون هیچ قضاوتی، فقط برای بینندگانی که در جریان نیستن، من چون اشاره کردم به حضور آقای ابراهیمی یزید در دادگاهی اولیه انقلاب که هنوز کاملا شکل امروزی به خودش نگرفته بود و بر پشتبان مدرسه علوی همونجا محاکمه میکردن، حرف میزدن با کسایی که دستگیر شده بودن، میبردن بالای پشتبان علوی بالای سر آیت الله خمینی در همون آب سردار اعدام میکردن. ابراهیم یزدی یکی از دستیاران آقای صادق خلخالی یا همکاران یا همراهان یا هرچی که هست، در کنار آقای صادق خلخالی میبینیم صحنه ای رو که تیمسار رحیمی رو به اصطلاح محاکمه میکنن یا بازجویی. یک دقیق چند دقیق است کشته بشه و این رو هر وقتی که من به افرادم باشن میگم چرا خودشون میدن از این شون چه؟ خودشون رویه ثابت ندامه بدن؟ رویه ای که انسان با شرف، با حیرت و به اصطلاح در حکم انسانیه. تیم داره که دیگه از مسئولیت هایی که شما داشتی؟ بله منظور من اینه که آیا الان افرادی در مدر نظامی باید سوپر پادگان به خودشون برگردن یا نه؟ آیا بازم در خیابون ها بیان یا برگردن تو پادگان هایی بشن؟ هرچم که ساعت من عبور و مرور هست، ساعت من عبور و مرور کنترل میشه. یعنی اگر کسی در ساعت من عبور و مرور آمد بیرون بازم نزاشت بودی که به هر من؟ ابدا. پس چیکار باید بکنه؟ ابدا ابدا. ساعت های من عبور مرور، ساعت های من عبور مرور یک وقت هستش که یک کسی مثلا اتومبیلش پرد کرد، یه وقت هستش جواب منو بدید، جواب من از چه جواب در نشد. الان شما در حضور ملت ایران قرار گرفتید، هر نظری که الان شما بدید در حضور کسی که از نظر قضایی صلاحیت داره منعکس خواهد شد، نه خواهد شد. شما بفرمایید که امشب شما که فرماندار نظامی تهران بودید، خب ملاحظه کردید کیفیت تصویر چندان خوب نیست، امیدواریم نسخه بهتری از اون رو به دستمون برسه. آقای ابراهیم یزدی رو در اون سالها، در اون روزهای پس از انقلاب میبینیم، کسی که امروز خوب معتقد هست که حرف اون خبرنگار خارجی درست بود، پیروزی جهل بر ظلم بود، اما خوب توضیح نمیدن که چگونه جهل قادر هست بین ظلم و عدل رو ایست بده. با شما عزیزان خواهی بود در تفسیر خبر تا لحظاتی دیگر. گفتگو میکنیم با آقای علاءالدین فطرازی در استودیو لندن و آقای پرویز دستمالچی در برلین آلمان. تا لحظاتی دیگر. آقای فطرازی عزیز، ببینید آقای حسن روحانی به خوزستان رفته. خوزستان یکی از مشکلات اساسی که در ماهای اخیر داشته آلودگی محیط زیست هست، هوای سالم وجود نداره، آب آلوده هست، همچنان که در منطقه آذربایجان نیست. وقتی ما راجع به حقوق بشر صحبت میکنیم،
آیا برخورداری از هوای سالم حقوق اولیه انسان، آب آشامیدنی سالم، آیا دولت موظف نیست که این ابتدایی ترین نیازهای مردم قلمرو خودش رو تأمین بکنه؟ آخه مسلماً چنین هست جناب کالنگی، مسلماً چنین هست و اینا خودشون به خوبی اینو میدونن، ولی مسئله اینجاست که این مشکلات به حدی تا حدی حاد شده که این آقایون تازه به صرافت این مسائل افتادن. سفر آقای روحانی به خوزستان و اون صحبتی که به زبان عربی کرد، خب اینها همش در راستای اون صحبتهایی بود که از اول، اون قولهایی بود که از اول آقای روحانی داده بود و به هر حال این باعث امیدواری هایی میشه. ولی اینجا یک مسئله خیلی مشخصی هست، ما باید دقت کنیم. همین مسئله اتمی رو ما اگه بتونیم یک جوری ارتباط بدیم به مسائل حقوق بشر، ما شاید بتونیم یک نتیجه گیری از این مسئله بکنیم. ببینید آقای روحانی موفق نخواهد شد مگه اینکه این راندخاری رو از اقتصاد ایران به یک جوری کنترل کنه، حالا نگیم که کلا از بین ببره، کنترل کنه. و این کنترل این راندخاری فقط و فقط توسط روشن سازی و اینی که چقدر ترانسپرنسی ایجاد کنه، چقدر روشن شفاف بکنه این مسائلی که اتفاق میفتن، و اون موقع هست که این آقای روحانی موفق خواهد شد یه کارهایی در حد مملکت بکنه، چون همه اینا نهایتاً به مسئله اقتصادی برمیگرده، حل تمام مشکلات به مسائل اقتصادی برمیگرده. همین دریاچه ارومیه شما اگه دقت بکنید یه کنفرانس اینا درست کردن، یه میزگری درست کردن، تو تلویزیونشون نشون دادن و افرادی که صحبت میکردن نتیجه گیری آخرین بود، آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. اون صدا اونجا هستن و مخل دریاچه رضایی هستن، میتونن آب آشاد میدنی به اندازه کافی به آذربایجان شرقی و غربی بدن، ولی مسئله کشاورزی رو باید در رتبه دوم قرار بدن. این مسئله اقتصادی است. صحبت از این است که 2 میلیارد 3 میلیارد دلار میخواستن مثل فیلم های تخیلی علمی آب بیارن 1.5 کیلومتر بالا از دریاچه خزر، دریای خزر یا رودخانه ارس، ولی واقعیت این بود که اینا امکان پذیر نیست. همین 2 میلیون رو میتونن به اون کشاورزان کمک کنن که این سرمایه گذاری رو که کردن در جاهای دیگه به کار ببرن، در کارهای دیگه به کار بندازن. اینها هم عرض کردم همه اینها برمیگرده به مسائل اقتصادی. اگر این مسائل اقتصادی شفاف نباشه، اگر این راندخاری به شکلی جمع نشه از این اقتصاد مملکت، هیچ مسئله حل نخواهد شد جناب چالنگی. و این چیزایی هم که اینا میگن در مورد به اصطلاح گرفتن چند میلیارد دلار، این هم کمکی به مسئله نخواهد کرد. همین شفافیت، همین که اینها بپذیرن اشتباه کردن، حدود 70 تا 100 میلیارد دلار خرج پروژه‌ای کردن، منظورم پروژه اتمی که امروز در واقع یعنی هیچ، یعنی با این قرارداد ژنو یعنی هیچ، یعنی دیگه شما باید اصلا چشم پوشی کنید. اینها هستن که دیگه دست و پای حکومت حاکمیت جمهوری اسلامی رو خواهد بست و زبون اینها رو در مقابل مردم خواهد بست. نتیجتاً باید مسائل دیگری رو مطرح کنه که خواسته مردم هست و این امیدی است که مردم دارن. و اگر فرصتی بود من به این مسئله خواهم پرداخت. حتما آقای دستمانچی عزیز، ببینید مشکل اقتصاد کنونی در ایران آیا فقط راندخاری است؟ من فکر می‌کنم مجموعه ای از مشکلات هست، راندخاری یکیشه. در واقع ببینید موقعی که حکومت در اقتصاد دخالت میکنه و در بخشای گوناگون و اونو سوبسید میکنه و یا در دست حکومتگران هست و یا در انحصار اونها هست و غیره، این یکی از مشکلات اقتصادی است. موقعی که سیستم باز و آزاد و قابل کنترل نباشه،
این یکی دیگه از مشکلاتی است که به اونجا می انجامه. موقعی که کسی نیست و نهادهای مستقل دموکرات برای کنترل حکومتگران و یا کسانی که دستشون تو اقتصاد کشور وجود نداره، خب معلومه که کار به اینجا میکشه. و این مسئله ما در 34 سال گذشته، یعنی مسئله نوعی نیست و هر دوره‌ای که شد از دوره آقای رفسنجانی اومدن و همین مشکلات رو مطرح کردن و خواستن حل بکنن که نشد. در زمان آقای خاتمی اومدن این مشکلات رو گفتن و خواستن حل بکنن که نشد و در زمان آقای احمدی نژاد هم همین طور شد و هر دولتی که کارش رو شروع کرد با همین وعده ها و قول ها و قرار ها بود که و هر کدوم از اینا اومدن صحبت از این کردن که وضع مملکت چقدر خرابه و اینها میخواهن درست بکنن. عین این پدیده در رابطه با قوه قضاییه بود. هر کس رو به عنوان رئیس قوه قضاییه انتخاب کردن، اومد گفت وضع قوه قضاییه چقدر خرابه و میخواهد درست بکنه و هیچ چیزی در مجموع اینها تغییر نکرد، برای اینکه یا قوای حکومت ناشی از اراده ملت است و نمایندگان منتخب آزاد ملت بر نهادها و ارگانهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، نظامی و غیره کنترل میکنند و یا نیست این کنترل و نظام دموکراتیک نیست و در نتیجه این کنترل هم وجود نداره. ببینید آقای روحانی کسی نیست که در اپوزیسیون حکومت بوده باشد و با طرح و برنامه دیگری الان در دور این انتخابات انتخاب شده باشد و بخواهد کاری بکند. آقای روحانی در تمام مدت دولت آقای احمدی نژاد رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران بوده است که بدون تصویب این شورا هیچ قانونی، هیچ سیاستی نمیتونسته به اجرا در بیاید. و یا شما ببینید موقعیت آقای احمدی نژاد رو که میگویند تمام مصیبت هایی رو که در 8 سال گذشته انجام گرفته و شکست های سیاست های مختلف در زمین های اقتصادی، اتمی و غیره محصول سیاست های ایشون بوده که این واقعیت نیست و ایشون مجری سیاست تصمیمات بیت رهبری و شخص رهبری بوده با تایید شورای امنیت ملی. اما اگر آقای احمدی نژاد واقعا مسئول تمام این نابسامانی ها بوده است، و پس چرا بعد از اینکه دوره ایشون تموم شد ایشون رو عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام کردن که در اونجا ببینید اینجاست که میگن مصلحت نظام چیز دیگری ممکنه باشه تا اون چیز مصلحت فرسون مردم یا اقتصاد کشور. خیلی اینکه خیلی از این مسیر رو رفتن دیگه نیست. نه همین، ببینید مسئله مجمع تشخیص مصلحت نظام آقای میبخشید آقای دستماچی، مصلحت مردم که نیست که. نه مجمع تشخیص مصلحت نظام یه نهاد دیگری است که تمام اعضای ثابت و متغیرش منتخب و منتصب رهبر مذهبی نظام هستند. یعنی اگر آقای احمدی نژاد سیاستهایش غلط بود و کشور رو به اینجا کشون، در هر کشور دموکراتیکی یه همچین شخصی رو تحویل مقامات قضایی میدادن. شما چون اجازه بفرمایید، شما حرف بنده رو توجه نکردید. اسم این مجمع هست مجمع تشخیص مصلحت نظام. شما جوری از آقای احمدی‌نژاد صحبت میکنید که گویی بقیه کسانی که در اونجا هستن بقیه برخلاف آقای احمدی‌نژاد بودن. خیر نه من اینجا دفاع از آقای احمدی‌نژاد نمی کنم. در اون مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام آقای محسن رضایی است. مسئولیت جنگ رو، شکست ایران در جنگ رو ایشون رسما به عهده گرفت. دبیر اون مجمع. شما در کدوم کشوری کسی چون اقدامی رو انجام میده بعدم اسمش هست مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود آقای رفسنجانی که رئیسش هست. من همین رو دارم میگم. من میگم حکومتگران میگویند
که همه این چیزها تقصیر احمدی نژاد بوده. خب اگر تقصیر احمدی نژاد بوده چرا اینو گذاشتن در مجمع تشخیص مصلحت نظام؟ و این نشون میدهد که تقصیر احمدی نژاد نبوده، همه با هم هستن. آقای روحانی در تمام مدت سیاست های آقای احمدی نژاد رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده که بدون تصویب شورا نمیتونسته برنامه ها به اجرا گذاشته بشه. یعنی ایشون شخصی نیستش که تازه از اپوزیسیون به اون مقام رسیده باشه، همواره با حکومت بوده، همه با هم بودن. این سفارش آیت الله خمینی بود که همه با هم. آیا چنین هست آقای فترازی؟ حالا واقعیتش این هست که بالاخره جمهوری اسلامی یک کل هست و هر کدوم از این مهره های مختلف در جاهای مختلف کمک میکنن به ابقای نظام. ولی ببینید، اگر این منظورتون اینه که حکومت خاتمی مثل حکومت احمدی نژاد، بنده قبول نمیکنم. اگر شما میگید که حکومت احمدی نژاد شبیه حکومت روحانی است، بنده قبول نمیکنم، چون واقعیت‌ها خلاف اینو نشون میده. ببینید، ما اینجا افراد سیاسی نباید ذکر مصیبت بکنن. مردم ایران به چیزی بیشتر از ذکر مصیبت احتیاج دارن. مردم ایران در انتخابات شرکت میکنن، در مسائل شرکت میکنن که بتونن حرفشون بزنن. شرایطی که ایجاد میشه وقتی که در حاکمیت بالا برخورد ایجاد میشه، مخالفت و مخالفت نظری ایجاد میشه، خب این مردم میتونن در پایین نفس بکشن، میتونن NGO ها کار بکنن. تمام NGO هایی که در زمان خاتمی بودن در زمان احمدی نژاد تقریبا همشون بسته شدن. امروز این NGO ها شروع بسته شد. چرا آقای سیاست احمدی نژاد قادر شد این NGO ها رو ببنده؟ اگر اینکه این NGO ها چه عواملی باعث شد؟ ببینید، بحث مسئله این نیستش که قطعاً چنین نیست، هیچ دو نفری مثل هم نیستن، چه برسه به دو دولت در یک نظام، همونطور که در دیکتاتوری های دیگه هم هست. مثلا فرض کنید در چین یا در شوروی، به هر حال برژنف با خروشف بسیار فرق میکرد. اما چه چیزایی باعث شد؟ یعنی ببین، سعدی یک حرفی داره: در ابتدا بنیاد ظلم اندک بود، هر که آمد مزیدی بران کرد تا بدین غایت رسید. یک سلسله ادامه پیدا میکنه و در ادامه سنگ روی سنگ. چنین نیست؟ چرا؟ ببینید، اصلا خود آقای خمینی در طول زندگی سیاسیش سه بار تغییر مسیر داد. یک بار در سال 42 نماینده ملاکین بود، در سال 57 در ابتدا نماینده طبقه متوسط بود و حتی شامل طبقات نیمه مرفه و طبقاتی که تحصیل کرده بودن اینا. وقتی به قدرت رسید نماینده بخش روستایی شد و روستاییان رو روی کار آورد و کسانی که در ایران زندگی کردن در اون مدت در تهران دیدن که چه اتفاقاتی افتاد و حتی پاسدارایی که میمدن سواد خوندن نداشتن، از روستا آمده بودن، شهر رو نمیشناختن. جمهوری اسلامی یک پروسه‌ای داشت از شروع تا به حال. اگر ما بخوایم این پروسه رو در مشخص بکنیم، این پروسه جریانش این بوده: سرمایه بزرگ از ایران رفت. وقتی سرمایه ایران بزرگ از ایران رفت، سرمایه کوچک، سرمایه های کوچک نمیتونستن به تنهایی حکومت بکنن. آخوند، این تاجری که در حجرش در بازار نشسته بود، نمیتونست بفهمه در ایران چقدر چوب لازمه، چقدر آهن لازمه. اینا شرکت های تاون توزیع تشکیل دادن. وقتی این شرکت های تاون توزیع تشکیل دادن، کوتاه بفرمایید. بله، من فقط دارم دید تاریخ جمهوری اسلامی نیست. شما از من پرسیدید چرا احمدی نژاد همچین نظامی برقرار کوتاه بفرمایید، ممنون میشم. بله، که چون این هست، شما اشاره کردید آقای دستمالچی، آیا رئیس جمهور حسن روحانی که هیچ خیرخواه ترین آدم رو بیارید و نظام اساسش همین باشه میتونه کاری بکنه؟ خیلی مختصر بفرمایید. نه، مسئله روشنه. اگر آقای روحانی هر کس دیگری باشه، اولا در حیطه از حیطه قانون اساسی نمیتونه بره بیرون. در ثانی تنها کاری که میتونه بکنه اینه که اجازه بده، یعنی شرایطی رو فراهم بیاره که مردم بتونن متشکل بشن بر ضد جمهوری اسلامی.
و این یه سوراخی است در بادکنک که خواهد ترکید. تمام دیکتاتوری‌های بزرگ از شوروی بگیرید و جاهای دیگه، وقتی در بیرون اجازه اپوزیسیون داده نمی‌شد، این اپوزیسیون میومد در داخل. نه اینکه آدمایی که تو اپوزیسیون بودن آدمای خوبی بودن، بهشون به جای دو تا تلفن موبایل یه دونه دادن، به جای مواجب کمتری دادن. بعد اینا تبدیل می‌شدن به سخنگوی چیزایی که در خارج بودن، مخالفتی که در خارج بود. آقای بنی احمد اگه یادتون هست، حتی در زمان شاه هم این مسائل پیش اومد. اینی که در داخل حکومت یک نیمچه اپوزیسیون تشکیل میشه که بیاد حرف مردم رو تکرار بکنه، این چیز طبیعی دیکتاتوری هست. حالا آقای دستمانچی عزیز، با این نظر موافقید؟ یعنی کمتر از 3 دقیقه وقته. ببینید، شاید طرح سوال اینطوری از نظر من بهتر باشه، درستر باشه، که آیا ما با وجود جمهوری اسلامی می توانیم به حق حاکمیت ملت ایران، به دموکراسی و حقوق بشر برسیم یا نمی توانیم؟ نه خیر، یعنی صحیح می فهمید، اینم نوع سوال دیگه، سوال دیگه هست، مثلا دیگه. ببینید، در همین چارچوب این جمهوری اسلامی، آقای روحانی اعلام نکرده میخواد به دموکراسی یا هر چی که هست به اون معنی من شما برسید. یک وعده هایی داده، رفته اهواز یک وعده هایی داده در تهران، یه وعده. آیا میتونه به حداقل اونی که میفهمیم کاملا درست، اون سوال هم سوال متین درستی است، اما میتونه به همچین چیزی برسه؟ همین وعده هایی که داده عملی کنه. شما میگید به یه حداقل، خب آخه این حداقل رو باید ببینیم چه تعریف میکنیم و بعد بگیم که میرسه یا نمیرسه. آب آشامیدنی سالم، هوای سالم، ایجاد کار، برداشتن بند سانسور از مطبوعات و برداشتن از این مسئله که شما مطرح میکنید، یکیشو بگم و یا از همون اصولی که در منشور او هم هر بفرمایید، همون هایی که گفتم بفرمایید. فرض بکنید که مسئله آزادی اندیشه و بیان، خب برای این جریان نیازی به منشور نوشتن و نطق کردن و غیره نیست. یک لایحه ایشون به مجلس ببره، فیلترینگ رو برداره و مسئله ممنوعیت استفاده از ماهواره رو برداره. این میشه رسیدن به اون قولی رو که داده، ولی ایشون به جای این کار منشور می نویسه و حرفای خوب می زنه. ایشون قرار نیست نظریه پردازی کنه، ایشون قرار است به عنوان رئیس قوه اجرایی اقدامات عملی در حل این مشکلات بکند. بله، یعنی پیشبینی شما این هست یا نظر شما این هستش که در این چارچوب نمیشه به اون سمت رفت، سمت ایدئالی که شما اشاره کردید، دموکراسی بابا؟ من فکر نمی کنم که یعنی ببینید، مسئله یک نظام دموکراتیک و یه نظامی که متکی به و ملتزم به اعلام حقوق بشر باشه، با این نظام عین کارد و پنیره، یا جای اینه یا جای اون. و اینطوری نیست که آقای روحانی بیاید این نظام را بزند به نفع اون. سپاسگزار هستم آقای پرویز دستمالچی عزیز، با سپاس بسیار از شما. و آقای فترازی، آقای چالنگی، اگر اجازه بدید من فقط یک کلمه بگم. سیاست اصولا مسئله است که در حد ممکن ها صحبت میکنه. ما هممون در این مسئله متفق القول هستیم که جمهوری اسلامی ضدیت بنیادین با مسئله دموکراسی داره. تا جمهوری اسلامی از بین نره، ما نمیتونیم از ایران یک کشور دموکرات انتظار داشته باشیم، یا از حکومت جمهوری اسلامی. اصولا این مغایر با دموکراسی است. ولی اینجا مسئله هست که ما از قدیم گفتیم سرنگونی هم استراتژی هم تاکتیک. اگر شما تاکتیک های مشخصی اتخاذ نکنید، برای اینکه این امکان برای مردم ایران به وجود بیاد که برسن به اون نقطه ای که به نظام نقطه پایانی بذارن، ایران همینجوری خواهد موند. سپاسگزار هستیم آقای پرویز دستمالچی عزیز، با سپاس بسیار از آقای فترازی. خیلی متشکرم. در... سپاسگزار هستم. با ما در تماس باشید. نشونه فیسبوک شخصی من این هست که روی صفحه میبینید. نظریات خودتون رو بنویسید، چنانچه تصاویری دارید، ویدئو از رویدادهای اخیر و گذشته ایران دارید، حتما در اختیار ما قرار بدید.
تهیه کننده برنامه خانم تینای عزیز با دقت به اون چیزی که شما میفرستید پاسخ خواهد داد در صورت لزوم. به هر حال این برنامه رو برنامه خودتون بدونید، تفسیر خبر برنامه شماست، در آن مشارکت کنید با ارسال ویدیو و تصاویری که دارید. به پایان این برنامه میرسیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فرای البرز، توچال، سند و سبلان و آسماری و کوساران دنا، دراک و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.